یک زیست شیمیدان ایرانی تبار برنده جایزه 1,000,000 دلاری مؤسسه اوبری و آکادمی علوم سوئد شد. این جایزه برای ساخت داروی ضد سرطان ریه به دکتر کیوان شوکت، استاد بیوشیمی دانشگاه کالیفرنیا در برکلی تعلق گرفته. بخش کوتاهی از گفتگوی دکتر شوکت با گروه علمی ایرانی اینترنشنال رو در این بخش خبری ببینیم. این داروی مشخص حدود 8% از بیماران مبتلا به سرطان‌های ریه را درمان می‌کند و همونطور که می‌دونید سرطان ریه بیشترین تعداد مبتلایان به سرطان را در خودش جای می‌ده. بنابراین میشه گفت روش ما باعث درمان تعداد بسیار زیادی میشه. همزمان گروه دیگری از بیماران هم وجود دارند که مبتلا به سرطان‌های لوزالمعده و روده بزرگ هستند. در این بیماران هم جهش در یک ژن مشابه که در ریه وجود داره باعث ایجاد سرطان میشه. به همین دلیل ما داریم داروی خودمون رو برای درمان این دو نوع سرطان هم به کار میبریم. البته برای این کار باید مطالعات بسیار زیادی انجام بدیم. Research for right now. That's what we're trying to make drugs for the pancreatic and colon cancer. Yeah, my father is Iranian. پدر من ایرانیه و مادرم آمریکایی. ولی من خودم رو ایرانی میدونم. خیلی دوست دارم یک روز برم ایران و جاهایی رو دوباره ببینم که قبلا اونجا زندگی کرده بودم. این یکی از چیزهایی که خیلی دلم میخواد انجامش بدم. I lived there. I mean, I know about زن زندگی آزادی. I know about از زن زندگی آزادی و از شهامت مردم برای رسیدن به زندگی بهتر با خبرم. Make a better life for themselves and از این تلاش حمایت میکنم و معتقدم مردم باید آزادی داشته باشند. I believe people need to have freedom and زندگی چیز با ارزشیه و همونطوری که ما برای درمان سرطان دارو میسازیم، همونطور هم برای بقای زندگی مبارزه میکنیم. امیدوارم این جنبش به کسب آزادی های بیشتر منجر بشه.